درود با دوستان گرامی، امید دارم خوب و خوش و تندرست باشید. چند روز پیش وبیناری به نام سامانیان و رونق زبان پارسی در دانشگاه علامه طباطبایی در تهران برگزار شد. من نیز یکی از سخنرانان این وبینار بودم که درباره جایگاه تاجیکان و رونق، رواج و شکلگیری زبان پارسی سخن گفتم. بنابراین خواستم آن سخنان خود را اینجا ارائه کنم در دسترس علاقمندان زبان پارسی باشند، کسانی که میخواهند تاریخ آغازین زبان پارسی را بدانند که چگونه شکل گرفت و چگونه به مرحله تثبیت رسید. در آن سخنرانی عرض من این بود که زبان پارسی دری با عنوان زبان معیار در دوره سامانیان به تثبیت رسیده است، رواج و رونق پیدا کرده است. سامانیان و مردمانی که در دوران سامانیان، یعنی در سمرقند و بخارا و آسیای میانه، بلخ و این محل ها زندگی می کردند، ما آن مردم را امروز تاجیک می گوییم. بنابراین تاجیکان در شکلگیری زبان پارسی با عنوان زبان معیار نقش اساسی داشت. از این نظر من چند دلیل و استدلال را برای این که سامانیان یا تاجیکان در شکلگیری و تثبیت زبان پارسی به عنوان زبان معیار نقش اساسی داشته مطرح کرد. یکی، اساس زبان پارسی به عنوان زبان معیار در دوره سامانیان. دوم، اساس گذاری انجمن ادبی در دوره سامانیان. سوم، جریان های ادبی نثر و نظم در دوره سامانیان. چهارم، شکلگیری قالب‌های شعر سنتی پارسی در دوره سامانیان. پنجم، فارسی سازی دین در دوره سامانیان. ششم، ترجمه ادبیات عرب و ادبیات دوره میانه ایرانی در دوره سامانیان. هفتم، شغل کتابداری و نسخه برداری در دوره سامانیان. هشتم، استفاده علمی و آموزشی از زبان پارسی در دوره سامانیان. و نهم، جمع بندی آنچه را که طرح کردم. خب، پیش از اینکه به جزئیات این عنوان ها بپردازم، مقدمه ای باید عرض کنم. بعد از اینکه اسلام آمد منطقه را گرفت، یا عرب آمد منطقه را گرفت، بنابراین زبان های دوره میانه ایرانی که پهلوی، ساسانی و اشکانی باشد دچار تعول شد.
این تعول از غرب ایران آن روزگار نه، بلکه از شرق ایران آن روزگار اتفاق افتاد که شرق ایران آن روزگار آن سوی دریای آمو و این سوی دریای آمو افغانستان امروز بود. از این نظر ما میبینیم که نخستین آثار مکتوب به زبان پارسی در شرق ایران آن روزگار به جا مانده است و همینطور نخستین گرایش و علاقه به این که زبان پارسی زبان معیار و دربار شود هم در شرق ایران آن روز صورت گرفته است. پادشاهی محلی که بعد از سلطه عرب در منطقه با وجود آمد طائریان بود. طائریان در دربار خلیفه بغداد بزرگ شده بودند و عربی می دانستند و شعر عربی می دانستند. اوفی در لباب الالباب اشاره می کند که طائریان اعتقاد در پارسی و لغت دری نداشتند و همینطور هروزی سمرقندی اشاره می کند که کسی کتاب وامق عذرا را به عبدالله ابن طائر آورد، اما عبدالله ابن طائر گفت در آب اندازید. از آن جایی که ما قرآن را داریم و کتب عربی را داریم، به این کتاب هایی به زبان های عجم نیازی نیست. از این نظر گفته می توانیم با وصف که طائریان از ایراد بودند و از این منطقه بودند، اما از نظر فکری و فرهنگی اونس با زبان و ادبیات عرب داشت. نخستین کسی که جریان سیاسی که در پی استقلال سیاسی و فرهنگی منطقه بود سفاریان یا مشخصا یعقوب لیث بود. یعقوب لیث که از سیستان بود در پی استقلال سیاسی منطقه بود، به همین خاطرم سرانجام به جنگ خلیفه میخواست برود که در راه درگذشت و یعقوب لیث هم منشور خود را از خلیفه نگرفته بود و خودش به این برداشت رسیده بود که من حق دارم بر سرزمین پدری و نیاکان خیش حاکمیت داشته باشم بدون اینکه منشوری از خلیفه داشته باشم. بنابراین یعقوب لیث به درباریان خود گفت و به شاعرانی که با او شعر می سرودند گفت که چیزی که اندر نیابم چرا باید گفت؟ و این سخن یعقوب لیث پیام فرهنگی سیاسی برای استقلال زبان پارسی داشت و بعد از آن شاعران کوشش کردند که به زبان پارسی شعر بسرایند. اینجا بود که نقطه آغاز رسمیت یابی زبان پارسی پس از چند صد سال سلطه زبان و فرهنگ عرب شروع شد. با این مقدمه عرض من این است که تا این دوره را زبان پارسی به مرحله تثبیت شدگی خود نرسید. در دوره سامانیان بود که زبان پارسی با یک برنامه‌ریزی کلان زبانی و فرهنگی که توسط شاهان سامانی و توسط درباریان سامانی، توسط شاعران و نویسنده هایی که در قلمرو و دربار سامانیان زندگی می کردند، زبان پارسی به مرحله معیاری و تثبیت شدگی رسید. خب، یک زبانی که ما از آن به عنوان زبان معیار در نظر گرفته می توانیم این است که این زبان معیار چند ویژگی را باید پیدا کند. اول اینکه زبان کشورداری شود. زبان کشورداری چی؟ هم حکومت و هم مردم با این زبان رابطه اقتصادی، فرهنگی، زبانی، کتبی، ادبی برقرار کند.
زبانی آموزش شود، به این زبان آموزش صورت بگیرد، زبانی رسانه‌ای شود. رسانه‌ای چی؟ یعنی حکومت و مردم از کتابت و نوشتار و پیامی که ارائه میکنه باید به این زبان باشد. از نظری اصول دستوری زبان، اصول دستوری آن زبان تدوین شود، برای نیازهای علمی از آن زبان استفاده شود، جنبه ادبی پیدا بکند و تولید ادبی داشته باشد، و مهمتر از همه در یک قلمرو به عنوان عنصر وحدت فرهنگی اجتماعی و ارتباطی در نظر گرفته شود، که زبان پارسی در دوره سامانیان بنا به برنامه‌ریزی و مدیریت فرهنگی به این جایگاه معیاری رسید. خب، بازم که به این جایگاه رسید، نیاز بود که مراحل دیگری هم در این دوره طی شود تا این زبان به گستردگی ادبی و معیاری کامل برسد که بتواند در منطقه و جهان به عنوان یکی از زبانهای بشر بیشتر از 1000 سال ادامه پیدا بکند و همچنان تولید ادبی و فرهنگی داشته باشد. پس از استفاده از زبان پارسی در دوره سامانیان به عنوان زبان معیار، ما اساس گذاری انجمنهای ادبی را میبینیم. یعنی انجمنهای ادبی که درست است که امروز درباری نیستند، ولی اساسیان در دوره سامانیان گذاشته شد. انجمنهای در دربار شکل گرفت که در حمایت دربار کار میکردند، به گونه هم رسانه برای دربار بود و هم از این انجمنها برای تقویت زبان و فرهنگ و دانش و شعر استفاده میشد. شاعران و دانشمندان در دربار سامانیان عضو این انجمن بودند که رودکی، شهید بلخی، ابو الحسن مرادی، رابعه، ابو نصر، ابن سینا، ابو عبدالله جیانی، ابو الفضل، محمد بلمی و حتی خود شاهان سامانی هم شعر می سرودند و علاقه خاصی به زبان پارسی داشتند و این زبان را زبان نیاکان و سرزمین خود می دانستند، عضو این انجمنهای درباری بودند. این انجمن هم تقویت شد برای تعمیم و تثبیت بیشتری زبان پارسی داریم. مرحله بعد شکلگیری جریانهای ادبی به نثر و نظم است. ما نخستین نثرهایی که داریم در این دوره هم موسسرایی هست به نثر و به نظم. سوال اینجاست چرا هم موسسرایی؟ ببینید سامانیان و همینطور تاجیکان در این دوره در پی چی؟ در پی شکلدهی روایت ملی بودند و سامانیان نمی توانستند بدون داشتن یک زبان مردمی و ملی و بدون روایت های ملی و مردمی خود منطقه به استقلال سیاسی و فرهنگی برسند. بنابراین در پی این شدند که روایت ملی و مردمی را جدا از روایت مذهبی و دینی که توسط عرب آمده بود شکل بدهند. اینجا بود که با تشویق و برنامه‌ریزی شاهنامه سرایی به نثر شروع شد که شاهنامه ابو المعید بلخی، ابو علی محمد بلخی و ابو منصوری به نثر ارائه شد. از شاهنامه ابو منصوری چند مقدمه مانده و از دیگرایش نمانده. و بعد از نثر شاهنامه، نظم شاهنامه آغاز شد که مسعودی مروزی شاهنامه به نظم سرود، گشتاسب نامه دقیقی به نظم سروده شد و سرانجام فردوسی شاهنامه خود را به نظم سرود و شاهنامه سرایی را
در واقعیت امر در این دوره تکمیل کرد. شاهنامه فردوسی در دوره سامانیان سروده شده است، اما در دوره غزنویان نشر و پخش شده است. یعنی همان سنتی هست که برای ادبیات و زبان فارسی در دوره سامانیان آغاز شده ببخشید آغاز شده بود. بنابراین زبان فارسی توانست که اساسات ادبی و عماسی شکل بگیره و هم نثر تولید کرد و هم نظم. مرحله بعد شکلگیری قالب های شعری زبان فارسی است. جالب این است، شاید ما توجه نکرده باشیم، در طی بیشتر از 1000 سال در هر قالبی که شعر می سراییم، این قالب ها در دوره سامانیان شکل گرفته است. اساسش در همان دوره گذاشته شده است. غزل، قصیده و همینطور غزل و قصیده و مثنوی و سایر قالب های شعری ما در این دوره شکل گرفت و انواع ادبی ما، عماسه، غنا، ادبیات تعلیمی هم در این دوره اساس گذاشته شد و ما تا هنوز با همان قالب ها و گونه های ادبی پیش می رویم. و جز این که در دوره معاصر شعر نیمایی، حالا شاملویی، دعی پسا افتاد و رمان هست که مدرن هست، دیگرایش اما در دوره سامانیان و بتلاش شاعران و خود شاعان سامانی شکل گرفته است و در بعد از سامانیان تقویت شده است. بحث دیگر این که فارسی سازی دین است. ترجمه تفسیر طبری در امین دوره صورت گرفت و امینطور صدور فتوای خواندن نماز به فارسی هم در امین دوره صورت گرفت. یعنی تلاش شد که ما دین را هم به زبان و به فهم خود ما باید درک بکنیم و می توانیم نماز را هم و عبادت را هم به زبان فارسی انجام بدیم. و متون دینی هم به فارسی ترجمه شد که ترجمه تفسیر طبری یکی از ترجمه های مهم است و همینطور یکی از منابع زبانی و کتبی ما هم هست که واژگان خیلی خاص و شسته رفته ای به زبان فارسی داره این ترجمه. مرحله دیگر این که از زبان‌های دیگه هم بخصوص از عربی هم به فارسی برگردانده شد که کله و دمنه هست و همینطور ادبیات و متون ادبی و معرفت دوره ساسانیان یعنی پیش از اسلام منطقه هم به فارسی برگردان شد که سندباد‌نامه و نو ابن منصور سامانی حتی از ابن سینا خواست که برای او گفتگوی انوشیروان و بزرگ مهر را به زبان فارسی برگردان کند. ببینید ترجمه هم یعنی زبان فارسی در این دوره گنجایش ترجمه را نیز پیدا کرد و کوشش شد که معرفت های از زبان های دیگه و معرفت گذشته مردم منطقه انتقال پیدا کند از طریق ترجمه به زبان فارسی دری. و مهمتر از همه در مرحله دیگر نوشتن و نسخه برداری و صحافت و تألیف یک به شغل در آمد. شاعران و افرادی بود که وراقی میکردن در دربار سامانیان و نسخه برداری میکردن، معاش و پول دریافت میکردن به عنوان یک شغل رسمی که به عنوان کتابداری به عنوان یک عرفه تبدیل. و سرانجام زبان فارسی در همین دوره در دوره سامانیان به زبان علم هم تبدیل شد. یعنی
نگارش و تالیف های علمی هم در این دوره به زبان پارسی ارائه شد و کوشش شد که زبان پارسی زبان علم هم شود، زیرا یک زبانی که زبان علم نباشد ما نمیتوانیم، واقعیت این است که آن زبان را بگوییم که این زبان زبانی معیار است، با وصفی که یک پشتیبانه سیاسی داشته باشد هم نمیتواند زبانی معیار باشد. باید زبانی معیار این مراحل را که عرض کردم سپری کند و بخصوص جایگاه علمی خود را تثبیت کند. از این نظر زبان پارسی در کتاب های در جغرافیا و در سایر علوم در این دوره نوشته شد، با وصفی که اکثرا تلاش بر این بود که زبان علم یا کارهای علمی به زبان عربی صورت بگیرد. اما این روحیه و این اقدام صورت گرفت که به زبان پارسی نیز کتابهایی در این دوره درباره جغرافیا و سایر علوم نگارش یافت. خب اینجا بود که زبان پارسی در امین دوره سامانیان و در امین دوره که تاجیکان قدرت داشتند در یک دوره تاریخی، این زبان پارسی از نظر معیاری به مرحله تثبیت رسید و در سراسر جغرافیایی که در آن روزگار ایران نامیده می شد که از آسیای میانه شروع تا عراق، این زبان گسترش پیدا کرد. و ما ببین بعدا داریم مثلا شعر دوره عراقی را داریم، ایندی را داریم و همینطور خراسانی را داریم، یعنی زبان در این دوره پخش شد و به تثبیت رسید. حالا در جمع‌بندی باید بگوییم که چگرا و چگونه این اقبال در دوره سامانیان فراهم شد. آیا واقعا سامانیان و تاجیکان آگاهانه این کار را انجام داد یا چی باعث شد؟ عرض کردم که یعقوب لیث نقطه آغاز را شروع کرد، اما سامانیان واقعیت این است که برنامه ریزی شده این کار را کردند. با چی دلیل؟ با دلیل اول که یک جریان فرهنگی و هویت خواهی شکل گرفته بود که شعوبیان بود، و دوم این که سامانیان قلمرویش از عرب ها خیلی دور بود، یعنی اگر حکومتی در غرب ایران تشکیل می شود حکومتی محلی، احتمال این که زبان منطقه بیشتر به عربی گرایش پیدا می کرد وجود داشت، چون تأثیر پذیری زبان عرب و فرهنگ عرب بر غرب ایران بیشتر بود. و از آن جایی که قلمرو سامانیان در دورترین نقطه شرقی ایران قرار داشت و ارتباط و تماس زیادی با زبان عرب نداشت، تأثیر پذیری مستقیم نداشت، این امر هم موجب شد که زبان پارسی بیشتر به زبان پارسی در این جغرافیا توجه شد، چون مردم با این زبان عرب آشنایی نداشتند و بیشتر همان زبان نیاکان و گذشتگان خود را استفاده می کردند. و همینطور خود کارداران حکومتی و همه بیشتر به همان زبان محل و مردم خود علاقه داشتند. این دوری قلمرو هم بود. و در ضمن ببینید سامانیان در پی استقلال، تثبیت استقلال سیاسی بود. استقلال سیاسی بدون استقلال فرهنگی و استقلال زبانی ممکن نیست. از این نظر وقتی ما از استقلال سیاسی صحبت می توانیم که استقلال فرهنگی و زبانی داشته باشیم. اگر زبان منطقه عربی می شد و عربی می بود، زبان سامانیان عربی می بود، استقلال سیاسی دیگه چی معنی داشت؟ حالا چی سامانی باشه اونجا حاکم و چی یک عرب باشه؟ تفکیکی وجود نداشت. وقتی ما از استقلال سیاسی فرهنگی صحبت می توانیم که ارزش های زبانی فرهنگی و بومی یک محل باید در آن جغرافیا تثبیت شده باشد. به این اساس بود که این زبان پارسی در این دوره تثبیت شد و به مرحله
میاری خود رسید. از این نظر آنچه را که من عرض کردم خلاصه کنم این است که آنچه را که ما امروز به عنوان انجمنهای ادبی، علمی، زبان میار، قالب‌های شعر، انواع ادبی مثل اماسه، غنا، ادبیات تعلیمی و قالب‌های شعری که عرض کردم، قصیده، مثنوی، اینا همه در دوره سامانیان توسط سامانیان که یکی از اقوام ایرانی و مردمان ایرانی به نام قوم تاجیک یا ما امروزه به نام تاجیک میشناسیم و در شرق ایران یا آسیای میانه زندگی میکردند، همه این موارد در دربار و در دوره آنها شکل گرفت. بنابراین عرض کنم که مردمان تاجیک که امروزه از این مردم، از آن مردم که سامانیان هم جزی آنها است، با عنوان قوم تاجیک یاد می شود و یک دوره از سلطنت را در این منطقه داشته اند که بعد از آن غزنویان می آیند و بعد از آن از اقوام دیگری می آیند به قدرت می رسند و در یک دوره که اینا قدرت منطقه را داشتند استقلال سیاسی و فرهنگی این منطقه را تثبیت کردند، زبان میار یعنی پارسی دری را تثبیت کردند و همه مواردی را که عرض کردم که از نظر ادبی و زبانی تا انوز ادامه دارد در دوره امین حاکمیت سامانیان و تاجیکان شکل گرفت که در شرق ایران، آسیای میانه و بلخ و اینجاها این رخداد واقع شد و زبان و ادبیات پارسی دری تثبیت شد و بعد در تمام قلمرو ایران، ایران آن روزگار که امروز ما ایران فرهنگی میگیم، شامل افغانستان، حداقل شامل افغانستان، تاجیکستان و ایران امروز میشد، تعمیم و گسترش یافت و جای زبانهای قبلی ایرانی را که پهلوی اشکانی و پهلوی ساسانی بود، امین زبان پارسی دری گرفت و این جای خالی را که پر کرد و قرار بود که زبان این منطقه مثل کشورهای متحده عربی و مصر عربی شود، عربی نشد و به زبان گذشته و نیاکان و به زبان منطقه و معید ما باقی ماند با احترام و اراده.